در کدام مناطق استانبول اگر ملک بخریم خرید بهتری خواهیم داشت؟ توجه داشته باشید که این موضوع کاملاً بستگی داره به خواست و به سلیقه شما. مثلا فرض بکنید که من یه بودجه 250,000 دلاری دارم و دوست دارم حتماً یه خونه چهارخوابه داشته باشم. خب با همچین پولی اگه یه خونه چهارخوابه میخوام، نمیتونم توقع داشته باشم که مثلا توی یه منطقه مثل ببک که منطقه ممتاز به حساب میاد، یا منطقه بشیکتاش، یا مثلا فرض بفرمایید منطقه مثل بیکوز، برم اونجا ملک خریداری بکنم و این ملکی که من میرم اونجا میخرم چهارخوابه هم باشه. دیگه همه چیزو که نمیشه با هم دیگه داشت. پس من باید مناطق رو، درجه بندی هاشون رو بدونم. اصولا ما میگیم مناطق یا ممتازن یا درجه 1 یا درجه 2 یا درجه 3. در مناطق ممتاز فرد میتونه مثلا فرض بفرمایید که با حالا بودجه مثل همون عددی که مثال زدم بیاد یه دونه خونه تقریبا یک خوابه نوساز خریداری بکنه. توی مناطق درجه 1 میتونه تقریبا دو خوابه بخره، توی درجه 2 سه خوابه، یا حالا چهار خوابه‌ای که یه خوابش مقداری کوچیک باشه، و به همین ترتیب این مناطق میرن جلو. اسم این مناطق خب خیلی زیاده، یعنی نام بردن از اینها واقعا خیلی آسون نیستش که ما الان بخوایم داخل این ویدیو دسته‌بندی‌های اینا رو بخوایم به شما عزیزان بگیم. اما اگر دوست داشته باشید پایین همین پست ما میتونیم برای شما این مناطق رو، بعضی‌هاشون رو نام ببریم، دسته‌بندی‌هاشون هم برای شما عزیزان بنویسید.